که به جهت داشت اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغیست فراخ و بر درخت درمانبخش که در بردارنده تخم همه گیاهان آشیان دارد. سیمرغ الهی و مقدس، و آنچنان که در شاهنامه این سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه آشیان دارد، بر همه رازداران جهاندان و بر هر مشکلی چاره ای دارد. یکی کوه بود نامشن بوز به خورشید نزدیک و دور از فرو برانجام سیمرغ که آن خانه از خرم بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیر اتار نیز میتوان یافت. آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمون خواستی رهبری در آن خود انتخاب کنند. مجمع کردن از مرغان جهان هرچه بودند آشکارا و نهان جمله گفتند این زمان در روزگار از چه روی اقلیم ما را شاه نیست بیش از این بی شاه بودن راه نیست. با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکان جهت یافتن سیمرغ عنوان می‌دهد و تذکر می‌دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می‌بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره چون گذشتی هفت وادی سرگشت. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب. وادی دوم عشق و استقامت. وادی سوم کسب دل و دانش. وادی چهارم اعتنایی به وابستگی و دنیوی و مادی. وادی پنجم وحشت یکپای. وادی ششم حیرت بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیک‌تر می‌شد. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی‌های بسیار تنها سی مرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ موعود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود بیشک این سیمرغ آن سیمرغ و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاکستر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند.
برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند، به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پاینده ایران، رستاخیز سیمرغ. جناب اعتمادی خیلی بریده بریده میشه نیاته اجازه بفرمایید. واضح جناب اعتمادی صدای منو دارین؟ بله بله صداتون دارم. بسیار عالی. با توجه به شرایط فعلی که ناو هواپیمابر و جنگی آبراهام لینکن وارد خلیج فارس شده و شرایطی که در داخل ایران هست، کدوم یکی از گزینه‌هایی که میتونه به فکر برسه فکر میکنید که اتفاق بیافته؟ یکی این که به مواضع جمهوری اسلامی، حالا یا سپاه یا هر کدوم باشه، حمله بکنه، یا اینکه خواسته باشه فشار رو بر جمهوری اسلامی زیاد بکنه برای ایجاد رعب و وحشت، و یا اینکه فکر میکنید اگر با توجه به فشارهای اقتصادی که داره روی مردم وارد میشه و خواسته باشن مردم قیام بکنن، برای حمایت از مردم بخوان این نیروها وارد عمل بشن و مردم رو حمایت کنن، کدوم یکی از این گزینه‌ها رو شما فکر میکنید که درسته و ورود این ناو دلیلش میتونه باشه؟ تقریبا هر چهار موردی که گفتیم میشه میتونه جواب باشه، ولی فکر میکنم مورد چهارم اگه کمی کم رنگ تر در این شرایطی که ما هستیم، یک دلیل عمدهش اینه که به هر حال جمهوری اسلامی تهدید کرده، یعنی از طریق نه مستقیم ولی از طریق اون نیروهای نیابتی که در یمن و عراق داره ظاهرا تهدیدهایی رو کرده که به مواضع آمریکا در عراق، در دریای سرخ، در خلیج فارس آمریکا و متحدانش مثل عربستان، مثل امارات متحده عربی به اینا ضربه بزنه.
و دلیل اصلی و فکر میکنم همین باشه که این ناوگروه رو به اضافه به حال اون گروه ضربت و بمب افکنایی که فرستادن به منطقه به کانال سوئز و بعد به سمت خلیج فارس هم حتی ممکنه بیاد، دلیل اصلیش در واقع اینه که یک هشداری بدن که اگر کوچکترین حمله‌ای به چه منافع آمریکا چه به منافع متحدین آمریکا در منطقه انجام بشه، لازم نیست از طرف جمهوری اسلامی باشه مستقیم، از طرف نیروهای نیابتیش هم حتی اگه باشه مسئول مستقیمش جمهوری اسلامیه و اینها پاسخش رو سریعا میدن. این به نظر مهمترین دلیلش. اما در کنار این به نظرم اون نکته که در مورد فضای در واقع یک فضای ارعابی به وجود بیارن که جمهوری اسلامی از ترس جنگ و از ترس اینکه کلیتش موجودیتش به خطر داره میفته، چون به هر حال من فکر کنم برخلاف همه این تحلیل هایی که میشه نمیدونم یک گروهی در ایران یا جمهوری اسلامی جنگ میخواد و اینا خیلی باهوشتر از این حرفا هستن و میدونن که جنگ با آمریکا یعنی خودکشی براشون، یعنی شما نبینید یه سری هارت و پوت ممکنه بکنن. خود خامنه ای خیلی صریحا گفته جنگ نخواهد شد، این سرداران سپاه روزنامه میدونم خبرگزاری سپاه مثل تسنیم اگر نگاه بکنید اینها خیلی سریعا دارن میگن بله ما از آمریکایی‌ها پیام گرفتیم که در هیچ حالتی حمله نخواهد شد. حتی همین امروز چند ساعت یکی دو ساعت پیش اینا یه هفته نامه رو فقط توقیف کردن به خاطر اینکه دوگانه صلح و جنگ رو گذاشته و در واقع گفتن که چرا این هفته نامه صدا که توقیف شد به همون حرف آمریکایی‌ها رو که حرف از جنگ میزنن داره تکرار می‌کنه، جنگی قرار نیست اتفاق بیفته، اینو عملا گفته. برای من فکر میکنم برخلاف همه اون تصوراتی وجود داره که جمهوری اسلامی دنبال یک جنگه، اونا میدونن که بله جنگ اگه مثلا تو سوریه باشه توی یمن باشه اینجاها باشه و در آمریکای دولتی مثل دولت اوباما سر کار باشه ممکنه که از طریق نیروهای نیابتیشون این کارو بکنن، ولی رویاروی مستقیم با آمریکا یک خودکشیه و اینها با این سمت نخواهند رفت. در نتیجه اون تحلیل که آمریکای ناوگروه لینکلن رو فرستاده به اضافه بقیه در واقع خطانشون هایی که داره میکشه برای اینه که جمهوری اسلامی یه مقدار دیگه بره سمت اون پذیرش شرط های دوازدهگانه پامپئو و بشینه سر میز مذاکره. این رو خب ما دیدیم دیگه، همزمان با این تهدیدها در واقع با اون چماقهایی که آمریکا داره رو میکنه هویج رو هم رو کرده. دو سه روز پیش دیدیم که آقای ترامپ خیلی صریحا گفت که اگر من منتظر یک تماس از تهران هستم، منتها این مذاکره خب ما میگیم مذاکره و نباید رد کرد به حال وقوعش رو. نکته که وجود داره این که این مذاکره یک جام زهری خیلی خیلی فراتر از اون جام زهری که قبلا خمینی و خامنه‌ای نوشیدن سر برجام و سر پایان جنگ، یعنی این رو اگه این بار اینو بخوام بنوشن این تقریبا میشه گفت دیگه چیزی از جمهوری اسلامی نخواهد ماند. یعنی اینجوریه که مثلا دارم میگم جمهوری اسلامی باید خیلی آشکارا دیگه مذاکره پنهانی و اینا هم در کار نیست. دیدین گزارش CNN رو که خط تماس گذاشته اعلام کرده که میخواین مذاکره کنین زنگ بزن اینجا از طریق عمان و نمیدونم اینا نمیتونی پیام بدی، من میخوام همه بفهمن که داری خرد میشی داری این جام زهر رو مینوشی و درخواست مذاکره میدی. و این برای جمهوری اسلامی برای خامنه‌ای و اینها یک تصمیم خیلی دشواری، برای همینه که از یک طرف ظریف میاد اونطوری حرف میزنه، از این ور سردارای سپاه خود خامنه‌ای میان مذاکره رو رد میکنن برای اینکه نمیتونن تصمیم درستی بگیرن. جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار شکننده توانایی تصمیم گیری درست رو رهبرانش ندارن و از این نظر واقعا این که ما هم که الان اینجا نمی صحبت میکنیم نمیدونیم دو روز دیگه چه اتفاقی میفته. اینا تن به مذاکره میدن، دوباره خامنه‌ای میاد خط نشون میکشه، به خاطر دلیلش این نیست که اون جمهوری اسلامی میدونه داره چی کار میکنه، دلیلش اینه که نمیدونه و توانایی تصمیم گیری نداره. با سپاس از شما جناب اعتمادی عزیز، به پرسش بعدی منم پاسخ دادید. با توجه به اینکه دونالد ترامپ اشاره کرده منتظر تماس ایران یا تهران هست و با توجه به این که مایک پامپئو 12 شرط رو مطرح کرده، آیا شما فکر نمی‌کنید که اگر آمریکا در این مقطع با جمهوری اسلامی بر سر همون 12 شرطی که تیر خلاص است برای خود جمهوری اسلامی بشینن مذاکره کنن و قبول کنن به ضرر مردم ایران تموم خواهد شد و به ضرر منافع ملی ما هست؟ چون در این شرایط خیلی زمان حیاتیه و با این اتفاقات باز دوباره مردم به درد سر خواهند افتاد و مشکل ساز خواهد شد.
نظر شما در رابطه با قبول این شرط ها و یا آمریکا وارد مذاکره بشه چیست؟ چرا من فکر میکنم برای اینکه به هر حال همیشه یک دولتی مثل دولت ترامپ در آمریکا سر کار نیست که بخواد سختگیری کنه و مثلا افرادی مثل جان بولتون و پامپو و نمیدونم مایک پنس و افراد به هر کسان دیگه که الان تصمیم گیر هستن، مثل همین آقای برایان هوک که تازه یک چهره دیپلمات هست و اینقدر هوشمندانه صحبت میکنه و جمهوری اسلامی رو میشناسه، همیشه این افراد سر کار نیستن و جمهوری اسلامی این رو هم میدونه. اینها احتمالا ممکنه مشاورهایی که میگیرن، تصوراتی که میکنن که حتی ما موقتی، اون نرمش قهرمانی که خامنه ای میگه در واقع نرمشیه که یعنی ما موقتی یه سری چیزا رو تم میدیم برای اینکه تمامیت خودمون رو حفظ کنیم و بعداً دوباره برگردیم سر جامون. اینها ممکنه به این نتیجه برسن که موقتی به یه سری شرایط تم میدن و بعد که حالا دولت در امریکا حالا چه 2 سال بعد، چه 4 سال، چه 6 سال بعد تغییر کرد، اینها دوباره برگردن تمام اون موازی رو که از دست داده بودن دوباره بیان شروع کنن از نو بگیرن. و جمهوری اسلامی این بازی ها رو خوب بلده، خریدن زمان رو خوب بلده. به همین خاطر من این رو یک خطر میدونم برای مردم ایران که میتونه جمهوری اسلامی رو در یک دوره اگرچه ضعیف بکنه، ولی دوباره وقتی که جمهوری اسلامی برگرده سابقه هم نشون داده جمهوری اسلامی وقتی که برمیگرده خیلی وحشیتر و سرکوبگرتر میشه و اون دوره ضعفش رو معمولا با یک خشونت زیادی جبران میکنه. به همین خاطر من این رو خیلی خطر میدونم برای این خاص ما که براندازی جمهوری اسلامی هستش میتونه به این ضربه بزنه. به همین خاطر فکر میکنم که ما باید در واقع زمین بازی رو تعیین کنیم. همیشه از روزی که به حال من از قبل از حتی انتخاب شدن آقای ترامپ ایده حتی برمیدن یه توییتی از من رو اگه نگاه کنین میارن که من اون موقع گفتم که ترامپ آدمیه که مشکلی نداره با دیکتاتورها مذاکره بکنه و این رو برمیدارن یک تناقضی در حرفای من میبینشون میدن که چرا منی که اون زمان قبل از انتخاب آقای ترامپ این انتقاد ازش کردم، اون زمانی که آقای ترامپ کمپین انتخاباتیش بود، چرا بعدتر خودم مثلا نامه نوشتم به آقای ترامپ وقتی که انتخاب شد که به جمهوری فشار بیاره. اینو متوجه نیستن که ما باید زمین بازی رو تعیین کنیم. من با علم بر این که آقای ترامپ رو میشناسم، با علم بر این که میدونم او مشکلی نداره با خامنه‌ای و کیم جونگ اون و نمیدونم بشار اسد و اینها مذاکره بکنه، در عین حال میخوام که به او فشار بیارم، به او درخواست بکنم به عنوان یک ایرانی که تا جایی که میتونم تأثیر بگذارم در سیاست‌های او در مورد ایران. این دوتا در واقع ما نباید فراموش بکنیم. این یک موضوع بسیار مهمی هستش که ما باید تعیین کننده باشیم. نباید چشم انتظار این داشته باشیم که ترامپ برای ما جمهوری اسلامی تغییر بده. اگر ما بر اساس اون فعالیت‌هایی که در داخل ایران می‌کنیم، بر اساس اون فشاری که از داخل به جمهوری اسلامی میاریم، بتونیم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنیم، طبعاً روی سیاست‌های آمریکا هم میتونه تاثیرگذار باشه و اونها تصمیم‌های دیگری بگیرن. اگر دولت آمریکا ببینه که مردمی در ایران دوباره اعتراضات مردمی در ایران پا گرفته، دوباره مردم در ایران به خیابون‌ها اومدن، دوباره دارن تلاش میکنن برای انداختن جمهوری اسلامی، اونها هم تماشا نمی‌شینن. دوباره این دولت حداقل از جنس دولت اوباما نیست که پشت پرده بشینه با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و از پشت مردم ایران خنجر بزنه. اینو بارها گفتن، در مواضعشون رسماً گفتن این رو. بنابراین ما تعیین کننده هستیم، اما اگر که بشینیم بله نگاه بکنیم که اینها هیچ کاری نکنیم و منتظر دولت ترامپ باشیم، اونها مذاکرهشون رو میکنن و ضررش رو ما خواهیم دید. سپاسگزارم از شما جناب اعتمادی. صدای منو شما دارید جناب اعتمادی؟ صدای بنده هست برای شما؟ صدای بنده رو دارید جناب اعتمادی؟ بله. سپاس. در رابطه با نشستایی که برایان هوک به عنوان مسئول میز ایران در کاخ سفید و یا وزارت امور خارجه دارن و نشستایی که برگزار میکنن در واشنگتن و یا در کشورهای مختلف اروپایی و افراد مختلفی در این نشستا حضور دارن، احزاب و گروههای مختلفی شرکت میکنن، مانند مثلا سازمان مجاهدین یا شخصیت هایی که شاید مردم ایران نسبت به اونا حساسیت دارن و اونها رو برای آینده ایران مضر میدونن و در این جلسات هستن، شما این نشست ها رو چگونه برداشت میکنید؟ آیا تأثیری در آینده ایران و یا جناب ضرر ایران جناب کمالپور جناب کمالپور درود بر شما و درود بر شما جناب اعتماد. جناب کمالپور من پوزش میگم چون صدای شما پخش نمیشه توی فیسبوک، چک کنید. خیلی
به من زنگ زدن دوستان که صدا پخش نمیشه، اینو لطفا بررسی کنید. جناب اعتمادی من پوزش میخوام بله 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 مهران جان اینو چک کن که صدا پخش بشه، چون سوالای شما پخش نمیشه، فقط صدای جناب اعتمادیه. امیدوارم که صدا درست بشه. اما خب صدا هست الان؟ بله من صداتون دارم. بله بسیار عالی. حالا بعدا اینا رو درست میکنم و ادیت میشه دوستان، مشکلی نیستش، چون صدای جناب اعتمادی هست و پاسخ خواهند داد به پرسش های من و بعد جواب میگیریم. نسبت به این نشستایی که برایان هوک در جاهای مختلف داره، بفرمایید آیا در آینده برای کشور ما میتونه ضرر داشته باشه حضور این افراد در این نشستا، یا نه نقشی نداره و این جلسات بر چه اساسی پیش خواهد رفت؟ و نه ببینید سیاست های آمریکا در این جلسات عمومی، حالا مثلا البته من فکر نمی‌کنم تو وزارت خارجه حساسیت روی مجاهدین هست، فکر نمی‌کنم اونها با مجاهدین دیداری داشته باشن، ولی حالا فرضاً بگیریم که حالا داشته باشن، سیاست های آمریکا تو این مهمونی‌های عمومی، این جلسات عمومی تعیین نمیشه. یعنی شما فکر نکنید حالا مثلا یه مهمونی بوده 10 نفر 20 نفر اونجا بودن، این دیگه تنها کانال ارتباطی اینها با ایرانی‌ها هستش، یا فقط اون آدمایی که تو اون مهمونی هستن ارتباط این ارتباط دارن. اتفاقا برعکسه، یعنی اون کسایی که دیدارهاشون علنی میشه یا مثلا توی مهمونی ها دعوت میشن، اغلب کسانی هستن که ارتباط مستقیم دیگه ای ندارن با دولت امریکا، تحت مورد مشاوره قرار نمیگیرن، اونها نمایش هستش. به نظرم سیاست های دولت امریکا، سیاست های وزارت خارجه امریکا، شما اگر صحبت های همین آقای برایان هوک رو نگاه کنید در همین دو سه روز گذشته، صحبت های اینقدر دقیقی کرده در چند تا نشستی که داشته، شما اصلا احساس نمی‌کنید که یک آمریکایی داره این صحبت‌ها رو می‌کنه، احساس می‌کنید یک تاریخ‌دان ایرانی، یک مورخ ایرانی که داره اینقدر دقیق صحبت می‌کنه. خب این آگاهی از مسائل ایران که از یک نشست عمومی یا از یک مهمانی که بیرون نمیاد، که این نتیجه مشاوره کردن با افراد آگاه به مسائل ایران، کسانی که ایران رو خوب می‌شناسن، دقیق هستن، اون نگرانی رو به نظرم نداشته باشین. اونها اون چیزایی که میبینید نمایش، سیاست ها در این جلسات در واقع تعیین نمیشه و تصمیم گیری نمیشه. جناب اعتمادی سپاس از شما. اما با توجه به اینکه میدان میلیونی نخستین پروژه شبکه فرشگرد بود و هست و مهمترینه، فکر میکنید که چه مواردی لازمه که همبستگی بین مردم ایجاد بشه تا به اون میدان میلیونی برسن؟ و چطور امکانش هستش که مردم ونزوئلا یا سودان یا تونس میتونن به این میدان میلیونی برسن اما مردم ما هنوز به این میدان میلیونی نرسیدن؟ و چه فکت‌هایی لازمه که برسیم به این میدان میلیونی؟ و آیا شما فکر میکنید که میدان میلیونی کار سختیه بهش رسیدن، و یا اینکه نه به راحتی میشه با همت مردم به این میدان میلیونی رسید و اقدام کرد؟ نظرتون رو در رابطه با این بفرمایید تا مردم چه در داخل و چه در خارج مطلع بشن، چون پرسیدید. خب اون ونزوئلا و توی موارد دیگه، الجزایر و نمیدونم سودان و اینها هم یک شبه اتفاق نیفتاد، اونها هم زمینه سازی کردن. مثلا من مگر فکر میکنم یک اشتباهی شاید بشه اینکه ما زیاد ایران رو با ونزوئلا مقایسه میکنیم، به خاطر اینکه حالا دو کشور نفتی هستن یا دو کشور روابط نزدیکی دارن یا هر دوشون آدمایی هستن که به حال ارتباط نزدیکی با هم دارن، هر دوشون سرکوبگرن. من فکر میکنم ما اتفاقا باید با سودان بیشتر مقایسه بکنیم، به عنوان یک رژیمی که از نظر سطح جنایتکار بودن تقریبا تنه به تنه جمهوری اسلامی میزد رژیم عمر البشیر. یعنی اون دیکتاتور سودان به نظرم از خامنه ای هم حتی تا حد زیادی جانی تر بود که کنارش گذاشتن. در سودان هم تقریبا چند سال، اینا از سال 2013 در سودان کار کردن تا تونستن میدان میلیونی رو تشکیل بدن. من نمیخوام بگم در ایران چند سال طول میکشه، فضا برای ایران خیلی نزدیک تره، ولی میخوام بگم یک شبه اتفاق نیفتاده در همون سودان یا در الجزایر. این یک نکته. اما ما چی کار میتونیم بکنیم؟ به نظرم ما در وضعیت اولا خیلی خوبی هستیم، یعنی این میدان میلیونی الان شناخته شده تا حد زیادی بین کسانی که مسائل ایران دنبال میکنن. میتونید که افراد میتونن بگن نه مثلا ما تو خانوادهمون شاید مثلا هیچ کی نشینده، ولی مهم اون افرادی هستن که مسائل ایران دنبال میکنن، میخوان تغییر ایجاد بکنن، اونها در مورد میدان میلیونی خوشبختانه شنیدن.
ما یک کار دیگه‌ای داریم می‌کنیم که یه مقدار این رو اجرایی‌تر می‌کنه و اون اینه که حالا این افرادی که می‌خوان در واقع انگیزه‌شو دارن که در این میدان میلیونی شرکت بکنن، تا اینجا صحبت این بود که به اطرافیانشون بگن، نمیدونم باهاشون صحبت بکنن، معرفی بکنن. من می‌خوام این بار اینجا یک چیز دیگر رو بخوام ازشون که این رو محدودش نکنم به صحبت کردن درباره میدان میلیونی. هر کسی بیاد با عدد ایدئالش به نظر من 5 یا 10، ولی حتی اگه 5 نفر 10 نفر هم دور و برتون نیست، بیایید با 2 نفر 3 نفر از اطرافیانتون که مشتاقن در این حرکت، قبلا صحبت کردین، آشنا هستن، بیاین قرارش رو بگذارید که وقتی اون جرقه زده شد، چون میدان میلیونی اینجوری نیست که مثلا من از الان بگم یک ماه دیگه میدان میلیونی مردم بیاین بیرون. تو بعضی کشورها میشه، تو بعضی کشورها نمیشه معمولا، ولی اینجوری که یک جرقه زده میشه، فضا میره به اون سمتی که مردم میفهمن که باید بیان تو خیابون. اگر این اتفاق افتاد، من پیشنهادم اینه که این در واقع راهیه که ما این رو البته بعدتر قراره که از طریق یک وبسایت این رو در واقع بهش یک سازوکارش رو علنی تر بکنیم، یعنی یه مقداری قشنگ ترش بکنیم، ولی الان دفعه تا قبل از اینکه اون بخش از وبسایت ما راه بیفته، این کار رو میتونیم بکنیم که در با 2 نفر 3 نفر از دوستانتون از امروز قرارش رو بگذارید که به محض اینکه اون جرقه زده شد، مردمی در جاهای دیگه خبرش اومد که دارن حرکت میکنن به سمت یک اعتراض میلیونی، شما با اون 2-3 نفر قرارتون از الان گذاشته باشین که بدون اینکه حتی امروز با هم تماس بگیرین، در یک نقطه همدیگر میبینید و میپیوندید به اون موج. این در واقع اون بخش کمی اجرایی ترشه که ما تقریبا میتونم بگم که داریم این رو توصیه میکنیم، قرارهاتون از الان بگذارید. ما شاید ندونیم اون تاریخ کیه، ولی اون تاریخ ممکنه اون اتفاق به حدی فوری اتفاق بیفته که حکومت اینترنت رو شاید حتی قطع بکنه، تماساتون رو قطع بکنه. یک گام مهم اینه که ما از الان با همدیگه قرارمدارمون گذاشته باشیم که در فلان نقطه شهر، مثلا سر خیابونی که با همدیگه محل قرارهای همیشگیتونه، اونجا همدیگه رو میبینیم، میریم به سمت موج میلیونی. این یک کاریه که به نظرم اگر جا بیفته، اگر خوب تبلیغ بشه، حتی کمک میکنه به اون نزدیکتر شدن میدان میلیونی و اتفاقی که همه منتظرش هستیم. یک نکته مهم دیگه بخش به نظر من بیرونی ماجراست که زمان این رسیده، من شاید در توییترم از کلمه شورای انقلاب استفاده کردم، ولی هیچ اصراری ندارم که این اسم شورای انقلاب باشه، چون برای بعضیا یادآور حالا اون داستان 57، ولی ما چیزی به این عنوان به هر حال باید داشته باشیم و زمانش رسیده که کمی روش کار بکنیم. اون هم تسریع میکنه در واقع اون افتارخ دادن میدان میلیونی رو، برای اینکه یک امیدی میده به مردمی که به حال ناراضی هستن و در این ناراضی بودن کمی شاید دورنمای روشنی ندارن از آینده که پیش رو داره. جناب اعتمادی، با توجه حالا به صحبتهایی که ما داریم با هم دیگه و در ارتباط هستیم، نسبت به پروژه‌هایی که در دست دارید اطلاع داریم که داره اتفاق میافته، حالا پروژه‌هایی که مشترک هست یا هر گونه دیگه، اما پروژه‌ای که بتونید الان به مردم معرفی کنید به عنوان نخستین پروژه‌ای که مردم باید منتظرش باشن، میتونید اشاره بکنید که چیه؟ ببین، همون بخشی که گفتم در واقع در وبسایت ما راه میفته، اون یک پروژه خیلی مهمیه و یک به نظرم یک حرکتی که شاید تا الان در ایران انجام نشده، در ادامه در واقع پروژه قبلی ماست. اجازه بدم حالا بیشتر توضیح ندم، ولی یک چیز خیلی مهمیه. نکته دومی که ما داریم، استراتژی در واقع فرشگرد که از روز اول به هر حال بخشایش انجام داشتیم، بخشایشو کار کرده بودیم، اون تکمیل شده و ما این استراتژی فرشگرد رو هم، البته همش رو نمیتونیم رو نمایی بکنیم، ولی بخشایش رو به زودی در یک برنامه رو نمایی میکنیم. فکر میکنم این برای اولین بار یک گروهی در ایران استراتژی براندازی جمهوری اسلامی رو ازش رو نمایی میکنه. جناب اعتمادی، با توجه به شرایط فعلی، سوال شخصی ازتون میپرسم، به شبکه فرشگرد ارتباط پیدا نمیکنه، نظر شخصی شما رو میخوام. با توجه به اینکه مردم ایران چه در اون مرز چه برون مرز توقعهای مختلفی رو نسبت به شاهزاده رضا پهلوی دارن که چرا رهبری قیام رو قبول نمیکنن یا چرا دستور فراخوان نمیدن و چرا مردم رو به این قیام دعوت نمیکنن،
شما چه جایگاهی رو برای شاهزاده رضا پهلوی تعریف میکنید و چه پیشنهادی رو برای مردم دارید که نسبت به شاهزاده رضا پهلوی بدونن جایگاه ایشون کجاست و چه توقعاتی رو میتونن الان داشته باشن و چه توقعاتی رو نباید از شاهزاده رضا پهلوی داشت و آیا شاهزاده رضا پهلوی در این مدت کاری انجام داده است یا نداده است؟ اینا رو ما میدونیم، برای مردم داخل هم بفرمایید. ببینید، من فکر میکنم که یه مقداری شاید سوء تفاهم وجود داره. ببین، شاهزاده رضا پهلوی من در جریانش هستم، در همین شاید یکی دو هفته گذشته و یکی دو هفته آینده، حتی در همین روزهای آینده، همین شاید دیروز، شاید اگر بگم 10 جلسه در همین واشنگتن داشته چیز اغراق نکرده باشن، با گروه‌های مختلف، با جاهای مختلف، جای دیدارهای خیلی مهم که چون حالا خودشون علنی نکردن اینها، من هم به حال اجازه ندارم کار بکنم، ولی جلساتی که شاهزاده رضا پهلوی میزان فعالیتی که دارن در حال حاضر در همین روزهای گذشته واقعا شاید مثلا سابقه نداشته در این چند سال گذشته اینطور فعال باشن و تلاش بکنن برای به حال اون اهدافی که هممون میدونیم چیه. و خب علنی نمیشه، به هر بخشش از اینها به دلایل خیلی مهم، به دلایل زیادی علنی نمیشه. از این نظر که شاهزاده فعالیتشون یعنی داره به طور منظم و بیشتر از همیشه انجام میشه، در واقع منی که اینجا شاهد هستم میدونم که این اتفاق داره میفته. نکته دوم، اون سوء تفاهمی که من گفتم، اینه که یک انتظاری از شاهزاده وجود داره که مثلا شاهزاده بیاد بگه که نمیدونم آی مردم فلان روز برید فلان جا مثلا فلان کارو بکنید. این در واقع به نظر من اگر این انتظار رو از شاهزاده داری، این در واقع انتظار اشتباهیه که اتفاقا ضرر هم داره، یعنی مخربم هست که شاهزاده رو شما تبدیلش بکنید به یک رهبر میدانی که مثلا بیاد مردم بگه فلان روز برید فلان جا تجمع کنید، فلان روز نمیدونم اعتصاب بکنید، فلان روز این کارو بکنید. این ضربه میزنه به اون جایگاهی که شاهزاده داره و ما اون نیازی که ما داریم شاهزاده در زمان مناسبش چنین فراخوانی رو بده. یعنی اگر فراخوان‌های شاهزاده تکراری بشه، نمی‌دونم متعدد بشه، تقریبا تبدیل میشه به همین فراخوان‌های روزمره‌ای که ما می‌بینیم دیگه، این گروه‌های به هر حال متعزیادی که هر کدوم ادعای رهبری و نمی‌دونم فرماندهی و این چیزا رو دارن، هر کدوم دارن هر روز فراخوانی میدن و هیچ کدوم هم نمیگیره. اینا می‌خوان شاهزاده رو تبدیل بکنن به یک فردی مثل بقیه افراد که هر روز یه فراخوانی بده و از توش هم هیچی در نیاد و بعد شاهزاده زمانی که نیاز داریم یه فراخوان میلیونی بده، یه فراخوان بزرگی بده که ایشون بارها گفتن در زمان مناسبش این کار رو هم خواهند کرد، اون رو هم بی اثر بکنند. به هر حال یا از روی سوء تفاهمه یا واقعا یه دشمنی دارن که میخوان ضربه بزنن بهشون. کار مبارزه رو، کار فعالیت‌های میدانی رو، کار هدایت میدانی رو خود ماها باید انجام بدیم. خود ماها، فرشگرد، شما آقای کمالپور، به هر حال هر کدوم یک دایره نفوذی داریم، یک نفوذی داریم در روی بخشی از جامعه، روی بخشی از هوادارانمون. ماها باید این کار رو انجام بدیم. ما اون از ما مهمتر، اون تشکل‌هایی که در داخل ایران هستن، تشکل‌های معلمان، تشکل‌های کارگری، کامیونداران، کسانی که در داخل ایران دارن مبارزه رو میکنن، اونها میتونن این کار رو انجام میدن و باید این کار رو انجام بدن. ما انتظارم از شاهزاده باید همین کارهایی باشه که در واشنگتن میکنن، در بعضن در سفرهاشون به اروپا یا کشورهای دیگه میکنن. پروژه ققنوس رو به هر حال ایشون یک پروژه به نظرم خیلی مهمیه، تونسته این امید رو بده بخش از جامعه ایران، به جامعه ایران که واقعا در فردای جمهوری اسلامی کسانی هستن که میتونن طرح بدن برای من اون مملکت، از طرحایی که در داخل ایران همین امروز داره داده میشه میتونن از اونها استفاده بشه. این در واقع ابتکارها، این کارها کاری است که شاهزاده داره میکنه، دیدارهای مهمی انجام میده، این فضا ساز به هر حال در داخل امریکا. من گفتم در پاسخ به سوال اول دو یک سوال قبلیتون که اون دیدارهای علنی و نمایشی اونجاها نیست که تصمیمات گرفته میشه، مشاوره ها داده میشه، در خیلی دیدارهای پشت در واقع درهای بسته هستش که دیداره که علنی نمیشه، مشاوره ها داده میشه، خیلی تصمیمات گرفته میشه. اونها اون کاری هست که شاهزاده داره میکنه. من فکر کنم باید اون سوء تفاهم رد بشه و انتظار درستی داشته باشیم از شاهزاده به عنوان کسی که به هر حال در من فکر میکنم تنها کسیه که میتونه مردم رو در زمان مناسبش بسیج بکنه. جناب اعتمادی، سپاس از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید و به پرسش‌های ما پاسخ دادید. با توجه به اینکه ما نیم ساعت قرار داشتیم و الان هم گذشته، نمی‌خوایم خلف وعده کنیم،
اگه صحبت خاصی دارید یا پیامی دارید بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید. سپاس از شما و سپاس از حضورتون. پیروز باشید و بدرود. خب دوستان، پوزش میخوام از اینکه برنامه مشکل پیدا کرد با نقص فنی. فعلا بدرود تا بعد. دوستان تیتراژ پایانی رو میشتویم. پوزش میخواییم از نقص فنی که اتفاق افتاد و فعلا با شما خداحافظی میکنیم. سیمرغ مرغی است افسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم میتوان دریافت که این مرغ مرغی است فراخوان و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکلی چاره ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیر عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان، جمله گفتند این زمان در روزگار